سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین. امروز میخوام در مورد 5 مورد از کارهای خونه که ممکنه در دوران بارداری برای شما خطرناک باشن باهاتون صحبت کنم. بریم که این موارد رو ببینیم. مورد اول، کشیدن یا بلند کردن اجسام سنگین. مهم نیست که این جسم سنگین یک کیسه برنج باشه یا مبلمان خونتون. اگر این جسم به کمر شما فشار وارد کنه میتونه خطرات زیادی داشته باشه، مثل پاره شدن کیسه آب، زایمان زودرس یا خونریزی. مورد دوم، استفاده از مواد شوینده. مواد شوینده خیلی قوی مثل جرمگیرها و لوله بازکنها ممکنه خطرات زیادی رو برای شما و کوچولتون داشته باشن. پس استفاده از این مواد شوینده رو به همسرتون واگذار کنید. یا اگر مجبور به استفاده از سفید کننده ها و مواد شوینده دیگه که ضعیف تر هستید، از ماسک و دستکش استفاده کنید و پنجره های خونه رو باز بذارید تا هوا جریان داشته باشه. مورد سوم، استفاده از نردبون و چارپایی. حتما خودتون خیلی بهتر میدونید که استفاده از این وسایل که نیازمند حفظ تعادل هم هستن چقدر در دوران بارداری میتونن خطرناک باشن. مورد چهارم، ایستادن طولانی مدت. بعضی کارها مثل ظرف شستن و غذا درست کردن نیازمند اینن که شما مدت طولانی سر پا بمونید و این ممکنه برای شما و کوچولوتون خطراتی داشته باشه. پس موقع انجام این کارها از یک صندلی پای بلند استفاده کنید تا موقع انجامشون روی اون صندلی بشین. مورد پنجم و مورد آخر، جارو کردن. جارو کردن میتونه کمر شما رو مدت طولانی به حالت خمیده نگه داره و این کار فشار زیادی به کمر و شکم شما وارد میکنه و ممکنه باعث تشدید کمردردهای شما و اختلال در خواب شبانتون بشه. پس جارو زدن رو فراموش کنید، یا اگر مجبور به انجام این کار هستید از وسایل استفاده کنید که کمر شما رو در حالت خمیده نگه ندارن. موقع انجام کارهای خونه در دوران بارداری خیلی دقت کنید که به شکم یا کمر شما فشار زیادی وارد نشه. مراقب خودتون باشید. روزتون بخیر.